پور محمدی هستم از روزنامه تهران تایمز. هفته گذشته خبرگزاری AP به نقل از چند مقام نزدیک به رئیس جمهور مصر که البته اسمشون ذکر نشده بود نوشت که آقای مرسی در صحبتشون با آقای احمد نژاد در تهران یک بسته پیشنهادی رو ارائه دادن و در ازای اون از ایران خواستن که به حمایتشون از دولت سوریه پایان بدن. از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده هم این بوده که مصر رابطه دیپلماتیک با ایران برقرار میکنه و بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران برای بهبود روابط میانجیگری خواهد کرد. همچنین خروج امنی رو برای آقای بشار اسد خانواده و اطرافیان ایشون پیشنهاد دادن. آیا چنین پیشنهاداتی مطرح بوده و در کل نظر شما راجع به چنین پیشنهاداتی چی هست؟ سوال دومم این هست که دیروز وزیر خارجه عربستان در نشست وزرای خارجه در قاهره شرکت نکردند و دلایل مختلفی برای عدم حضور ایشون اعلام شد، از جمله شرایط جسمی ایشون، و نماینده دیگه هم به جای وزیر خارجه عربستان فرستاده نشد. آیا این عدم حضور میتونه در میزان موفقیت گروه تماس تأثیر داشته باشه؟ ببینید، در رابطه با اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران، شاهد فعالیت رسانه‌های غربی به عنوان ابزار دولت مردان این کشورها در جهت تخریب فضای خوب اجلاس بودیم. هم قبل از برگزاری اجلاس تلاش زیادی کردند تا این نشست بسیار مهم به خوبی برگزار نشه و هیئت‌های مختلف در سطح مناسب حضور پیدا نکنند. هم در طول اجلاس تلاش می‌کردند به جای دیدن نقاط مثبت و تأثیر بسیار زیادی که این نشست موفق میتونه در روند مسائل بین‌المللی داشته باشه، نکات منفی رو پیدا بکنن یا ایجاد بکنن و به اون بپردازن تا تأثیرات این موفقیت تحت شعاع قرار بگیره. اینکه یک خبرگزاری آمریکایی تلاش میکنه حضور بسیار قابل توجه سران هیئت‌ها از جمله جناب آقای مرسی در تهران رو کم رنگ بکنه، به حاشیه بکشونه، مسائل بی ارتباطی رو بخواد مطرح بکنه، نشان دهنده نوعی نگرانی، عصبانیت و عکس العملی برخورد کردن کشورهای غربی و رسانه‌های وابسته به اونهاست. جناب آقای مرسی سفرشون به تهران سفر موفقی بود، هم در اجلاس جنبش عدم تعهد، هم در مذاکرات بسیار خوبی که با جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشورمون داشتن، فضای بسیار خوبی برای همکاری بین کشورهای مؤثر منطقه به وجود اومده. کنار زده شدن دیکتاتور وابسته به آمریکا و تأمین کننده منافع رژیم صهیونیستی در کشور مصر و روی کار اومدن فردی با انتخاب مردم، زمینه رو برای توسعه همکاری ها فراهم کرده و این موجب ناراحتی و نگرانی کشورهای غربی به ویژه مقامات ایالات متحده آمریکاست. دست به این گونه اقدامات میزنن تا مسائل خوب بین دو کشور رو تحت شعاع قرار بدن. اینکه در اجلاس شب گذشته نماینده کشور عربستان حضور نداشت، اخباری که ما هم در اختیار داریم حاکی از اینه که از نظر جسمی وزیر خارجه عربستان شرایط مناسبی برای حضور در نشست نداشتند. البته این نشست ها ادامه پیدا خواهد کرد و حضور کشورهایی که می توانند در حل بحران سوریه و بحران های منطقه‌ای نقش مؤثری داشته باشند حتما کمک خواهد کرد. به همین دلیل ما پیشنهاد کردیم که یکی دو کشور دیگر هم به این مجموعه اضافه بشن. رایزنی ها باعث نزدیک شدن دیدگاه‌های کشورها میشه و اگر روی اون چارچوب‌ها و اصول اصلی توافق حاصل بشه، در رابطه با قدم‌های بعدی میتونیم توافقات بیشتری رو داشته باشیم.